بعض فولاد چطوره؟ چی شوهش دامه درست؟ بلندتر بگو نشنیدم. اگه انقدر داد نزنی بهتر میشنوی. گفتم که 6.8% وزن شکرم بگو خلاص. اصلا فکرشم نکن، توی 3 روز 11% افت کرده. افتضاحه. میخرمش، 1000 تاشو میخرم. من میگم افتضاحه، تو میگی میخرم. بفهم. میخوای سرمایه گذاری تو بدبخ کنی؟ جای تشکرت کارم روزه محترم. باز هوا بارونی شد فرهاد؟ نه خیلی هم آفتابه، بیرون رو ببین. هیچ وقت با مادرت دروغ نگو. حتما دیشب زیاد عشق اومده و تا خواب بودی، یا شاید هم تنبلی کردی و قشره رو تو ششت نریختی. من رو نگارم دیر کردیم و با همون چشای خیس گرفتی خوابیدی. چرا نگارو بیدار نکردی؟ خودت چی؟ تو که بحثت بهتر از من، نمیخوای اینک بزنی؟ اینک سن خانما رو میبره بالا، من اینکی نمیشم. بعد از امتحانم میام دنبالت. آخ جون، بهار در بورس. نه در تالار. نه بهار در مطب چشم پزشکی. خودت گفتی اگه 20 شدی میبرم تالار. الانم میگم اگه 20 شی میرم مطب خانم دکتر. ساعت 7 و نیم من ساعت 8 امتحان دارم. مادرت هم هنوز خوابه. مگه نمیخواد بره اداره؟ عصبی دارش کنی. میخوای نه هوا رو عوض کنی؟ دیرم میشه فرهاد. من قهرمان رالی هم، بابا میرسونمت. با جان نگار چطوری؟ جان نگار چشماتو را کن، سری بالا کن، درمت خوشید، شد هوا سفید، وقت اون رسید که بریم به سر. اول شما آقای دستا، روزی چند بار به همسرتون میگین دوست دارم؟ گزینه اول یک بار، گزینه دوم سه بار، گزینه سوم نه بار، گزینه چهارم بیش از 10 بار. با زبونم یا با دلم؟ با زبونم 88.9 تمام درصد. آفرین، چون شما این گزینه سوم درسته. 9 بار. حالا شما نگار تمدن، روزی چند بار به همسرتون میگین دوست دارم؟ بهتره به جای این تستای عاشقانه به درسات فکر کنید. خب نمیخوای جواب بدی نده، ولی بدون که از امتیازت کم میشه. حالا شما پسرم، در روز چند بار از ظاهر همسرتون تعریف میکنی؟ یک بار؟ چند بار؟ خیلی زیاد؟ هیچی. کار روزانمه مراقبت از دختر، تعریف از همسر. بازم سوال درست جواب دادین و گزینه سوم انتخاب کردین. حالا شما خانم تمدن، جواب دادن؟ هیچی. حالا نتیجه مسابقه امروز اینجا نوشته که زوج عزیز، متاسفانه شما زندگی خوبی ندارید و دیر و یا زود به در سقوط میکنید. هر دوی شما چیزای مثبت زیادی دارید، ولی ستارتون جفت نیست. میبینم فالگیری و طالبینی چینی و به به، چه خبره؟ با آینه بینی چطوری خانم بزرگ؟ با سیلاب را افتم. این هم نشونه یه احساس را بس کن دیگه بهار، اون قطره را از تو کیفت بده من. خوب میشه، تو خونه جا مونده. خوب میشه، وایسه خودم دارم میزن کنار فرم. چشم. زور تو همین نیست که منتظرتم. سرتو بگی بالا، تکون نخور، میرزنی لباست. چرا اینطوری میشه من نمیفهم. یه وقت سامه شکر نخری یا فقط فولا. بعضی وقتا یادم میره که دختر 10 سال است. از بس بهم گفته پسرم، راست راستی خیال میکنم مادرمه. دیشب خوب نخوابیدم. چرا؟ خواب بد دیدم، 20 سالم بود تو خواب. این که خیلی خوبه. چه خوبی داره؟ من که میدونستم واقعا 20 سالم نیست.
به جز خودت هم کس دیگه ای بود؟ مثلا کی؟ من هم بابا. پس از کجا فهمیدی جمع شدی؟ خودتو از بیرون تماشا میکردی یا نه؟ یه کسی من اون روزا رو دیده بودی؟ آه؟ جلوتر نرو دیگه، یه خود پیاده را میرم. عصر که بهار رو دکتر بردی حتما چشمت رو نشون بدی، یا این آبریزش معمولی نیست. شب تو خواب وقت سحر، شهزاده زرین کمر نشسته بر اسب سپید، می اومدن از کوه و کمر، میرفت آتش به دلم میزد. فرهاد گوشی رو بردار. برو گوشی بر نمیداری، اتفاقی افتاده؟ تو جلسه ای فرهاد؟ چیکار کردی؟ سلام جوجر موی سفید هر چی بکنی بیشتر میشه. چرا بدون اجازه در باز کردی؟ چرا بدون اجازه در بستی؟ چطوری تو؟ خوبم، این چند وقت که نبودی اصلا از اتاقم بیرون نزدم، حوصله هیچی نداشتم. من که خیلی به مرخصی احتیاج داشتم. اجرای تازه داری؟ بله، 10 شب دیگه است. یه رهبر ایرانی داره از پاریس میاد، یه اجرا میکنه برمیگرد. کی هست؟ اسمش؟ نه با اون که فصل پیش اجرا داشت، اسم خاصی داره. بایسا هم نمیاد، صبر کن. بله هم هنگش میکنم. بله بله چشم، خودت رو. اینه هاش کوروش کیه؟ گفتم اسمش عجیبه ها. مدیر برنامه‌شم خودتی، موفق باشی.
نظرت چیه؟ یه خوره غیر عادی و غریبه. چجوری پیداش کردی؟ بیشتر یه احساس خامه، نه؟ هنوز کامل نشده. همش فکر می‌کنم یه چیزی از درون منو درگیر می‌کنه. نمی‌دونم. همون صدای غریب نوت‌ها و این چیزا دیگه. نه، یه چیزی بیشتر از اینا، بیشتر از اینا. تو خودت آهنگسازی بهتر از من می‌دونی. چی میشه که آدمی روی قطعه می‌نویسه، خلق می‌کنه؟ این اولین تجربه منه. اولین تجربه است، بله. ببین تو اگه از این قطعه راضی نیستی بهتره من بگی، من اصلا ناراحت نمیشم. چون متوجه نیستی تو پاریس کالج موسیقیه به نام اکول نورمال، میگن بهترینه، میریم همونجا کاملش میکنیم اجرا میکنیم. تو اصلا متوجه نیستی، واقعا آهنگسازا یه چیزی کم دارن و من نمیتونم بیام، من اینکه دوستم از پدر مادرم جدا بشم. من فقط نظر تو رو خواستم راجع به قطعه. خب اگه اونطوری به درد سولو نمیخوره، به درد یه ارکستر بزرگ میخوره که رهبریش آدمو زنده کنه. فاصله‌هاش چی؟ فاصله‌هاش خوبه؟ از فاصله‌های مصبوع صدای قشنگی در میاد. مثل قطعه ای من؟ شاید. ببین، من تصمیم جدی گرفتم برای رفتن ها. میای یا نه؟ اه، چه طرز رفتاره؟ چه اینجوری میکنی؟ صداهای زشت و خشنم از فاصله‌های نامطبوع میاد. بعداً جوابتو میدم. اه، کجا میری؟ وایسا. وقتی نبودی؟ یعنی که هر روز دستورش رو تو چرا این رو جای من امضا کردی؟ من چه ربطی داره؟ این دستور مدیر کنه ببین. خب باشه، میری اونو عوض میکنی به اسم یکی دیگه میگیری. خود خواب کردی، خودت هم درستش بکنی. به من چه ربطی داره؟ نگاه من آدگیش رو ندارم. مشیت، خواست خداوندی، تقدیر، اراده‌ای که از پیش رقم خورده است. بودول موقوف. کجا این شما؟ صدا تو نشیدم پسر. پیداتون نمی کنم. برگه ها رو از رو شماره جمع کنی ها. چشم، از رو شماره دارم مرتب میکنم. اونا رو با خودت بیار تو. مشکل آقایی سوزن؟ مهم ایست که مشکل چیه؟ میشنسیش؟ بس کن. آشنای قدیمیه؟ گفتم بس کن. همکلاسی دانشکده. ها؟ نگار فهمیدم. خواستگار قدیمت بوده؟ اصلا همه اینا که تو میگی. خب که چی؟ چی؟ چرا قیافت رو اینجوری میکنی؟ من فقط داشتم باهات شوخی میکردم. نه، من اصلا از این شوخی خوشم نمیاد. دیگه ازش نمیاد. نمیدونستم اینقدر ناراحت میشه. بعد از 20 سال بازم دست خالی. 20 سال پیش تو فصل بهار اومد اینجا که عاشق شاهزاده خانم خونیاگر شدم. میخوام ازدواج کنم. یه نوارم گذاشتی؟ گفتی صدای سادشو گوش کن. بگو ببینم راد دلش میتونی برای من بگی؟ من چی گفتم؟ گفتی اگه زبون دلشو نمیفهمی غلط میکنی ازش خواستگاری کنی. دیگه چی گفتم؟ گفتین این شاهزاده دلش شکسته است یا دلش جای دیگه است. اگه شکسته باشه میتونی پیوند بزنی. بند زدی بسار؟ فکرم زدم، ولی حالا فکر میکنم
بعضی دلا مثل بلوره، زود میشکنه. بند زدنش خیلی سخته. کی دل بیساز منو بند میزنه؟ داغونم استاد. تو 40 سالت شده قدم از قدم بر نداشتیم. دق میدین آدمو دق. یه سوالی شب و روز منو پر کرده، تا جواب نگیرم به خدا از اینجا نمیرم. جلو پاتو بپا، با کله نخوری زمین. یه سوالی شب و روزم پر کرده، خوشش میاد؟ اگه فردا رفتن دادگستری قسم قضاوت خوردم، اگه قاضی بدی شدم و آدم های بیگناه ها مجازات کردم، تقصیر شماست. اون دنیا جلوتونو میگیرم. جلوی منو برای چی میگیری؟ برای اینکه میتونستین و هیچ کاری برام نکردین، برای اینکه میدونستین و هیچی بهم نگفتین. اگه میخوای بدونی، این 3 کلمه‌ای که بهت میگم یادت نره. عشق، عشق، ایمان، مرد. همون 3 کلمه‌ای که هر آدمی باید تنهای تنها تجربه کنه. تنها عاشق میشی، تنها ایمان میاری و تنهایی هم میمیری. من نمیتونم به تو ایمان قرض بدم که بری قسم قضاوت بخوری. قسم خوردن یه جور ایمان آوردنه. من میخوام بدونم این قاضی معید پیرنیام که کاراشو تو دانشگاه به ما درس میدن چطور میشه که لباس قضاوت از تنش در میاره، میره گوشه خونش بشینه فرهنگ لغات مینویسه؟ میترسم اگه بهت بگم خنده بگیره. غلط بکنم بخنده. خوب گوش کن. آخرین پرونده ای که قضاوتشو به دست من دادن یه پرونده جنایی پر سر و صدا بود. یه خانم پاکدامنی سرزده میره خونهش، شوهرشو در حال خیانت میبینه، تشنج، استقلبی، بعدم مارک. میدونی خیانت به همسر جرمش چیه؟ خیر قربان. من معتقد بودم شوهر گناهکاره. این صحنه رو ترتیب داده تا زنشو تحقیر کنه که منجر به فوت شده. میدونی قتل همسر، قتل عمد، جرمش چیه؟ من اونو نکشتم، هیچ مدرکی وجود نداره. گزارش پزشک قانونی میگه یه شوک عظیم که منجر به ایست کامل قلبی شده. اون زن سالم بود نبود؟ اوم دست خداست قربان. تو دلم ایمان داشتم ولی تو دستم مدرکی نبود چه ثابت کنه شوهر مجرمه. همه منتظر بودن که حکم نهایی رو از زبون من بشنوند. ده دقیقه تنفس. اون لحظه بود که فهمیدم دادگاه های این دنیا چقدر برای قضاوت و اجرای عدالت حقیقی ناتوانند. عقل حقیقی فقط یه بار انجام میشه، اونم تو محضر خدا. بعد فکر کردم که ما فقط ظاهر کلماتو میشناسیم، از عمقشون بیخبریم. عدالت، قضاوت، حقیقت، جرم، پاکی. اون وقت تصمیم گرفتم که خودمو تغییر بدم، عوض کنم. رقمم میلیاردیه، نگران نباش.
سامی میخوام که سودیش کمتر از شما نتمیه که رو موبایل افتاده یا نه چند تا سیم کارت دیگه هم داری به دلت بد را نده حالا که اومدی تو بازار بورس دو چیز رو فراموش نکن اعتماد به کارگزار پذیرفتن ریسک بله خب خداحافظ اینجایی فکر کردم جیم زدی یه چند دقیقه وقت داری بهم بدی باز چیه دیگه دارم لیست امروز رو پر میکنم عوض زیارت قبولته الکن بابا این سهام در صدا یک قرون دوزارو زیارتت قبول کجا بودی رفته بودم عراق جادخالی آره هر چی داشتم و نداشتم کردم دلار خب 11000 دلار جنگی گذاشتم کف دست گنده لاتای بصره خب بچم خریدمش چی خریدی باورت میشه چی خریدی اینو این دستگاه نیمه جاسوسیه خب فقط کافی ازش تک زنگ بزنی به گوشی و بعدش هم تمام خب همین دیگه که پول برات نیفته پول نیفته چی آی کیو ببین زنگ میزنی به این موبایل تمام صدای اطرافو برات ارسال میکنه بعدش هم اگه اون موبایل دوربین داشته باشه تمام فضای اطرافو میتونی ببینی کیف کردی جانم تو خجالت نمیکشی از کی تو رفته بودی زیارت آقای پابوس سازمان سیا نگرفتی چی ببین شما روز جلسه زنگ میزنی به رئیس هیئت مدیره هر کافی تک زنگ میزنی ایشون قشنگ میتونی بفهمی که سهامشون سوده یا ضرر داره قبل از اومدن به بازار بورس یه سال چه 6 ماه بارتو میلیاردی بستی میبندی میدونی سرقت اطلاعات جرمش چیه من میدونم آمار امروز دیدی شوخی کردم حالا لومون ندی یه دستگاه ساده است آخر شد که سازو گذاشتی کنی نمیدونم یه هو شد فرهاد مخالفی نه تنبلی خودم دیگه بعد از عروسی و بچه دار شدن و نگار چند سال نیومدی اینجا خیلی سال چه میدونم شاید 10 ساله الان چه حسی داری؟ دلت نمیخواست ارکست میزدی؟ گوش کن بیولونسل انگار کوک نیست من که چیز نمیفهمم تو این مقدمه رو دوست داشتی؟ آره پس چرا میگی غریبه؟ یعنی بده یا خوبه؟ میدونی یکم حس رفتن توش چیزی که من خیلی وقت تو فکرشم این چای کوتاه نوشتی؟ اون فقط یه مقدمه است اینجا همه چی مقدمه یا کوتاه دانشگاهی که داره تعطیل میشه موسیقی هم که بهتر نباشه نگار من واقعا به فکر رفتنم من که چنین حسی ندارم زندگی اینجا سخته ولی چی؟ اینجا جای زندگی نیست زندگی جای دیگه است جلسه دارم. ببخشید آقای مهندس کاردان اینطوری مزاحم شدم یک مورد مهم بود. خواهش می‌کنم. من مسئول اجرای کنسرت آقای کیان هستم. بله، حکمش خودم زنه. بله، باید به اطلاعتون برسونم که گروه اصلا آماده اجرا نیست. حداقل به یک ماه تمرین احتیاج داره. یک ماه؟ بله. گزارش فنی ارکستر وظیفه شما نیست خانم تمنی. نمی‌دونستم شما کارشناس موسیقی هم هستید. زمان اجرا اعلام شده، جا به جام نمیشه. لطفاً دفعه بعدم با دفتر هماهنگ کنید بعد تشریف بیارید. خب، پاشو بیا اینجا دخترم. ببین بهار جان. نزدیک بینی چشم درسیه دخترم. و ما باید سعی کنیم جلوی پیشرویشو بگیریم. و علت چند وقت دیگه ممکنه کوهای شمرون رو نتونی ببینی. که خیلی حیفه بردو میبینی؟ نه یکی آفرین خب وضعیت چشم خودتون چطوره؟ این بالا پایین رفتن سهام رو تابلوی بورس اذیتتون نمیکنه؟ امروز صبح بازم از چشمش یه لیوان آب معدنی گرفت خانم همون آلرژی همیشگی بالودگی هوا میشته همیشه داشتن آلرژی و نداشتن پسر و بحران‌های جهانی بورس و چیزای دیگه
آفرین. شما چه سلام میدین؟ خب به نظر من فعلا احتیاجی به عمل نیست. ولی نهایتا باید عینک بزنه. یه دارو هم براش می‌نویسم که هر شب باید مصرف کنه. قبل از خوابم یه قصه دختر شاه پریون براش بگیم که بهار گلم دلش قوی بشه و از هیچی نترسه. بگو که کجایی؟ نشستم سر راحت، خدا خدا که بیایی. این صدای چیه مادر جون؟ صدای زد تو همسایه هاست، ولی قشنگه. یه شعر دیگه بود میخوندی، چی بود؟ تو صحن و ساحت چشمت هزار ابر بهاری و من دعای کبیرم. آها، خدا خدا که ببایی. بهار، بیا از اون در بریم که غافل گیرم. چی بود میزدی؟ سویتر امینور باخ. کی اومدین شما؟ چی؟ باخ. خیلی قشنگ بود، ولی هم قشنگ تر خودتا بودی. مرسی. من میرم ریاضی معل کنم. برو. وقتی ساز میزنی شبیه فرشته های قدیمی تو کتاب هنر میشی. امروز که رفتم تمرین فکر کردم منم بین اونا. این که خیلی خوبه. وقتی دوست داری چرا اونجا نباشی؟ فکر میکنی من ناراضیم؟ مسئله این نیست، خودم نمیتونم. میدونی چقدر از اون سالا دورم؟ چقدر از این ساز دورم؟ نمیخوام یه کار رو شروع کنم که وسطش رو بمونم. مگر نمیخوای یه تغییری تو زندگی ایجاد کنی؟ از یه نواختی در بیاری؟ چرا؟ اما نمیتونم. من خیلی خستم. صبح که پا میشم همه روزم رو از حفظم. اصلا انگار خودم دیگه وجود ندارم. تو باید تصمیم بگیری این وضع رو عوض کنی. خیلی خوب. امتحانای بهاره، یه ما دیگه عیده. تو هم که وضع چشات خوب نیست. فکرشو نکن، منو بهار کمکت بکن. از شده سایی
فهمیدیم. ببین آقای نصار، من فعلا تصمیم به ازدواج ندارم. بعدش هم اعتقادم در مورد ازدواج اینه که آدم باید طرفشو خیلی خوب بشناسه. بدون شغلش چیه، خانواده‌اش کیان، علایقش چیه. من این شناختی از شما ندارم. من لیسانس حقوق هستم. شغلم هم قضاوت. یعنی بود. یه اتفاقی افتاد که باعث شد تغییر شغل بدم. اما شما رو خوب میشناسم. همه شرایطتون هم قبول دارم. چرا شغلتون رو عوض کردیم؟ به خاطر شما. من که قبلا شما رو ندیدم. چرا به خاطر من این کار کردیم؟ گفت و خوش گفت، برو خرقه بسوزان حافظ. آدم عجیبی هستین شما. عجیب خوب یا بد؟ هنوز نمیدونم. میشه تصمیمتون رو به من بگین؟ الان که نمیتونم. باید فکر کنم. در مورد چی؟ بله؟ در مورد چی؟ در مورد خودم، در مورد شما، در مورد سازم. من ساز میزنم. چه میدونم؟ در مورد ازدواج. من برای همه چی اومدم. فرهاد چونه؟ چی میشد وقتی همسن من بودی میدیدمت؟ بعضی وقتا دوست داشتم تو به جای عروسکم پسرم بودی، میبردمت مدرسه، بعدش هم دانشگاه و سربازی، بعدش هم میرفتی برام خواستگاری. آفرین. میخوام به سفارش خانم دکتر عمل کنم و برات یه قصه تازه بگم. حاضری؟ یکی بود؟ یکی نبود. غیر خدا؟ هیچکی نبود. اونی که بود؟ بهار جون باباش بود. جون بابا؟ روزی روزگاری، هزار سال پیش، هزار سال بعد، یه پادشاهی تصمیم میگیره که بره شکار. وقتی که به شکارگاه میرسه، دختر زیبا و تنهایی رو میبینه. پادشاه یه دل نه صد دل عاشق اون دختر میشه. اون دختر رو با خودش به قصر میاره. اما همین که پای اون دختر به قصر میرسه، دختر بدجوری مریض میشه. پادشاه هرچی حکیم توی شهر بوده برمیداره میاره، ولی هیچکی هیچی نمیفهمه. پادشاه دل شکسته میشه، به مسجد میره و اونقدر گریه میکنه و دعا میکنه تا به خواب میره. تو خواب یه پیرمرد نورانی رو میبینه و همزمان باهاش یه صدایی رو میشنوه که بهش میگه دوای درد بیمار تو پیش این پیرمرد. پادشاه صبح که از خواب پا میشه، اون پیرمرد نورانی رو که طبیب بوده پیدا میکنه تا دختر زیبا رو معالجه کنه. بهار، بهار خوابی؟ گشتم زشت شروع میشه. ببین تو که تا حالا نخوردی، امروز هم روش، بعدش هم این مراسم سه هفته دیگه تکرار میشه. من فقط واسه این کار اومدم. بعد برم تو ببین
میگه نمیخوای خدمت کنی. خب من برات ردیف میکنم. چی میگی اصلا؟ بعدش هم ببین، ما روز آخر ما بعد رسما برو خواستگاری. خب مبارک، برو. ممنون، ولی خب مشکل دارم. امشب کشیک هیچ کم نیست جان بذارم. ای فکر من این کارو میکنم، تو برو کشیک نمیرم خواستگاری. اما جان زشته، برو. رفاقت اینجوری تلفن میکنم. از 4 ساعت. بعدش هم شبا که مورد نمیارن که. خب اگه مورد نمیارن واضح میخواد چیکار؟ یه نگاه بدون مسئول که نمیشه گره که. آقا کدومه؟ فقط نه سوگند، نه تجربه، نه سابقه. نمیتونم برو. سوگند که ما جات خوردم رفیق جان. تجربه رو امشب کسب میکنی، بعدش هم سابقت هم خودم برات ردیف میکنم، تلافی میکنم. شرمنده. بله طوری که گرفتم برو اون یکی بله رم بگیرم. من نمیرم احمد، من نمیرم. بفهمید جناب قاضی، مورد آماده بازجویی. بازجویی؟ بله. من گفتن شبا خبری نیست. یه دختر پسر رو در حال فرار گرفتن آوردن. دختر آماده بازجوییه. بعدم نوبت پسر است. من تا حالا بازجویی نکردم. شما نظارت بفهمید، بنده در خدمتتون هستم. چیکار کنم؟ دعا بفهمید. من نگفتم بشین. حالا بشین. پرونده سنگینی داری. تماس با نامحرم، حمل آلات لهوله، فرار از دست مأمور. هر کدوم اینا کلی مجازات داره. اون موقع شب کجا میخواستی بری؟ من تو برگه بازجویی توضیح دادم. ما داشتیم اونا رو بدش. اینجا من سوال میکنم، تو جواب میدی. روشنی؟ بله. حالا بگو. من دانشجوی موسیقی هستم، 20 سالمه، اسمم نگار تمدنه. اون آقایی هم که شما دیدید بعدن میبینیم. ادامه بده. بلندتر حرف بزن. نامزدن، قرار با هم ازدواج کنیم. نامزد یعنی چی؟ یعنی ممکنه بشه، ممکنه نشه؟ نه خیلی، از من رسما خواستگاری کرده. کجا؟ توی پارک؟ خانواده شما میدونن اینجا یا چه خلافایی هم داری؟ پدر من بیمار قلبیه. من کار بدی نمی کردم. با داشتیم راجع به برنامه ازدواجمون صحبت میکرد. پس حتما کارهای بد من کردم. چرا فرار کردین؟ چرا به ایست مامورین توجه نکردی؟ چرا قرارتون رو تو خونتون نذاشتی؟ خبر میدی پدرت بیاد اینجا. تا اومدن پدرتم تو بازداشت میمونی. مفهومه؟ اشتباه کردم. تو رو خدا ببخش. اشتباه کردم. هر کاری بگین میکنم. هر کاری بگین میکنم. چی کار باید بکنم؟ توبه. فقط توبه. فهمیدی؟ تحتیر که شدی از اینجا میری بیرون. تازه ساعت 7. امروز با نگار برو مدرسه. من جای کار دارم. سوشم براتون میذارم امروز. خداحافظ. سر قرار تاسی. کدوم قرار؟ امروز بعد مدرسه بریم تالار بورس. بولادیا هستی؟ هستم. فقط نگار زود بیدار کن. خداحافظ. Thank you.
حدسم درست بود. داره میاد کنسرت اجرا کنه. نگار منم مدیر برنامه همشه. اینجا روبروی کلمه هوا نوشته سرگردانی، پریشانی، گمگشتگی. دیشب ماجرا رو برام تعریف کرد. نظر منم خواست. چه جواب باید میدادن؟ عربا به مسافرینی که در میونه راه مسیر راه گم میکنن و به بیراه میرن اهل هوا میگن. مسافرهای اهل هوا هرچی بیشتر راه میرن سرگردانتر و دورتر میشن، در حالی که به اشتباه خیال میکنن که دارن نزدیک میشن. میخوام بدونم که اهل هوا هستی؟ چی رو میخوای بدونی؟ همه جا رو دنبالت گشتم، اینو ببین. بازی دستور دیگه هست؟ امضاش برات آشنا نیست؟ نه، مال کیه؟ فردا داره میاد. کی؟ هواپیمایی که فردا شب میشینه دیگه. من خودم به موبایل فراستش زنگ زدم. اول دوتا زنگ خورد، بعد گوشی رو برداشت. تو خودش هم زدی؟ بله دیگه، گفتم من مهناز شیرازی هم از اداره موسیقی. فردا هم خانم نگار تمدن میان برای استقبال فرودگاه. اسم اون بهش گفتی عکس اولش چی بود؟ هیچی، اولش یه خورده ساکت بود، بعدش گفتش که خانم تمدن که خیلی نوازنده درجه یکی بودن و خیلی جوست میزدن. نمیدونه، من دیگه نمیزنم. میخوام بدونم بعد از این همه سال اونو فراموش کرده یا نه. آخه هر دونستنی که به درد آدم نمیخوره. میدونی من همه این سالا هر کاری از دستم برمیومده براش کرده. دوست دارم بدونم که ببینم. گوش کن اگه آدم ها دل و نیت هم با خبر بودن از دو فرسنگی خونه هم دیگه رد نمیشدن. خودتو اگر بدونی غذایی که میخوری تو دل رودت چه اتفاقی بیفته، حاضری از گرسنگی بمیری اما لب به غذا نزنی. حاضری ببینی؟ بعد وضعی گیر کردم. نمیشه زندگی کرد، نمیشه مرد. نگاه، نگران چی هستی؟ اگه براش مهم بودی که نمیذاش بره. موضوع این نیست. چیه؟ این ماجرا خیلی وقته که تموم شده است. نمیدونم، به نظر من که هر چی که تو داری آرزوی هر دختریه. نمیدونم چرا ناراحتی. مثل یه قایقی هم که بدون پارو وسط دریا معلقه. نگران خودم نیستم. زندگیمو دوست دارم. میخوای من کمکت کنم؟ من میتونم با کیان حرف بزنم یا با فرهاد یا نمیدونم، هر کاری که از دستم بر بیاد. نه، باید خودم فکر کنم. شاید این مهمترین تصمیم زندگی من باشه. برو سر خونه زندگی تو سر. نمیرم. اینجا برو دل محموده که چگاه بری؟ کمکم کنی. طاقت چه نداری؟ چرا؟ دارم. اگه نتیجه باب میلت نبود اینقدر دلت بزرگ هست که نگار همون نگار؟ هرچی شما بگیم. اگه خطا کنی ختم دادگاه رو اعلام میکنم. قبوله. هستی؟ هست. رامین، اون دستگاهی که میگفتی میشه باش موبایل طرف رو شنود کرد، دو سه روز میخوامش. خواسته به چیه؟ خیلی خوب، از 20 دقیقه دیگه میبینم.
رهبر ارکستر فردا شب میرسه. گفتن باید برم استقبالش. جا خوب. تو هم میای با هم بریم؟ مگه مسئولیت این کار با تو نیست؟ چرا؟ پس حتما برو. میشه تو هم با من بیای؟ امروز یه ماموریت شیراز پیش اومده، بعد برم بورسشون رو راه بندازم. خب بهار با خودت ببر. کی برمیگردی؟ درست نمیدونم، یه دو سه روز دیگه. میخوای برگشتم دعوتش کن. دعوتش کنم؟ آره دیگه، مثل همون رهبر اتریشیه بود. اسمش چی بود؟ اشتاین مایر. آره آره، با اینکه سن و سالی داشت ولی خیلی آدم. ولی چی؟ الو صدات قطع شد فرهاد. اگه صدای منو میشنوی مواظب خودت باش. همینجا پیاده میشم. همینجا پیاده میشم. پیاده میشم. سلام خانم بزرگ. سلام، چرا دیر کردی؟ فهمیدم پشت چی قایم کردی ولی ندیدمش. اگه اینک تو میزدی حتما میدیدی. فکر کردم قول تو فراموش کردی. پس گوشیش کو. اول یه تست چهار جوابی بعد گوشی. تستو ولش کن، جایزه‌ام بده. درسته، گزینه چهار درسته. دختر محرم اسرار پدر است. دختر محرم اسرار پدر است. بهاریا آشنای قدیمی نگار که هم دانشگاهیش بوده داره برمیگرده ایران. اون الان یه آهنگساز خیلی مشهوره. رهبری ارکستر هم میکنه؟ آره. مجلس رهبری رو خیلی دوست دارم. خنده داره. حالا مسئله این نیست. نگار مدیر برنامه های اون تو ایرانه، خب؟ ما باید کمکش کنیم. یعنی باید چی کار کنیم؟ بهش اعتماد به نفس بدیم. مراقبش باشیم. نذاریم استرابش دوباره برگرده. اون فکر میکنه به خیلی چیزایی که میخواسته نرسیده. از خیلی چیزا میترسه. مثلا از چی؟ از آینده ما. ماشین منتظر تو برو وسایل تو جمع کن. آخ جون بهار در بود. میگم اگر روستا موقعتی نکردی دست نگه دار. شنیدم شکر وارداتی ریخته تو بازار داخلی ها باد کرده. راست میگه فرهاد. ببین تو دو روز 18 واحد افت کرده. خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟ خبرت هست که دی تی شد و تابستان شد؟ ولی اینجوری که دیگه به سفارش نمیده. اون باید نترسه و به من اعتماد کنه، همونجوری که پادشاه به طبیب اعتماد کرد. طبیب کنیزک رو معاینه کرد و به پادشاه گفت که دوای درد معشوق تو پیش منه. به من اعتماد داری؟ پادشاه گفت دارم. بعد طبیب نبض دختر رو گرفت و یکی یکی اسم شهرها رو برد تا به شهر سمرقند رسید. نبض دختر شروع کرد به تون تون زدن. بعد اسم شغلای مختلف و جور با جور رو برد تا به شغل زرگری رسید. زرگری چیه؟ طلا فروش، جواهر فروش. تا شغل زرگری رو گفت نبض دختر شروع کرد تون تر زدن.
طبیب به پادشاه گفت همین الان باید سربازات رو راهی سمنقند کنی با هدیه‌های بسیار تا زرگری که اونجاست به قصرت بیاره. بهار. بله. بیشتر از این سفارش نگار رو نکنم. میخوام این دو سه روزی که نیستم در حقش حسابی مادری کنی. قبل از اینکه بری فرودگاه ببریش بیرون هرچی دلش خواست بخره. خیلی دوستش دارم. بیشتر از من. راستی فرهاد، اون زرگر سمرقندی که دختر هنقدر عاشقش بود کی بود؟ نامزد قبلی دختره. خانم اجازه میفرمایید در رو ببندیم؟ سرویسا دارن میرن. اینجا موندن یه قوانینی داره که تو باید قبول کنی. اول بری هموم آلودگی‌ها رو پاک کنی. قانون دوم، این لباس رو باید اینجا بپوشی تا وقتی که اینجا هستی لباست همینه. نشیدم بگی چشم. چشم. اتاقتان بالاست. امشب که بابا نیستی امشب بخوابم؟ آره حتما. یه اعترافی بکنم. وقتی من فرهاد نیستیم میای تو تخت ما میخوابی. آره. از پنجره اتاقتونم به ستاره ها نگاه میکنم. ای کلک. راست میگن که ستاره ها با ما چشمک میزنن؟ به نظر من که ما میخندن. منم ستاره دارم. همه آدم ها ستاره دارن. ستاره ها با آدم ها متولد میشن. اولش کم نوره، بعد که آدم ها عاشق میشن ستاره هاشون هم نورانی تر میشه. پس عاشق نشیم ستاره همونو نمیبینیم؟ زن ها وقتی ازدواج کردن ستاره شوهرشون رو میندازن گردنشون مثل گردنبند و همیشه همراهشون. مثل اون گردنبندی که فرهاد برات خریده؟ آره. نگار جانم، فرهاد اولین خواستگارت بود؟ نه. پس چرا به اولیه ازدواج نکردی؟ من اینکه ازش خیلی دور بودم. فرهاد چی جوری بود؟ اینقدر بهش نزدیک بودم که گاهی اصلا نمیدیدمش. پس تو به عشقای آتشین توی فیلم ها علاقه ای نداری؟ کی همچی حرفی زدم؟ اون موقع احتیاج داشتم که به یک کسی تکیه کنم. آدمیزاد تنها موجودیه که دچار قرب و بود میشه، گاهی دچار دوری، گاهی هم گرفتار نزدیکی. به همینی که باعث درد سر میشه. خیلی از چیزای دور و زیبا وهم و سرابم. خیلی از چیزم اینقدر نزدیکم که به چش دیده نمیشم. پادشاه گفته طبیب رو اجرا کرد، زرگر رو به قصر برد. یه مهمونی باشکوه ترتیب داد تا زرگر و دختر همدیگر رو ببینن. خودش هم یواشکی رفت یه گوشه ای که اونا رو تماشا کنن. وقتی زرگر و دختر با همدیگه روبرو شدن، رنگشون عوض شد. پادشاه فهمید. چقدر طول کشی؟ کی میاد بیرون؟
ببخش. خواهش. دانشگاه برگردیم لباسات رو عوض کنیم. این اخلاقت شبیه خودم شده. کدوم؟ این که هرچی میخری فوراً پشیمون میشه. آخو یکی بیشتر بهت میمد. کدوم؟ سرخابیه. تا حالا همچین لباسی نداشتیم. اونو که نمیشه تو فرودگاه پوشید. بعدش هم زیادی جوانونه بود. من که دیگه دختره 18 ساله نیستم. یه زن 35 سالم. خب چه فرقی میکنه؟ هر دوتشون زنن دیگه. خب یه دختر جوان مغرورتره، دوست داره همش روابط رو کشف کنه، دوست داره مرکز توجه باشه، فکر میکنه که از همه زیباتره، بیشتر تو رویاش زندگی میکنه. چه خوب. خب اگه مرد دلخواهش بهش توجه نکنه سرخورده میشه. چه به همینه دیگه. رسی ساعت چنده؟ وقت آرایشگاه. پس بسو زود بریم، چون خانم نگفت اگه نیاییم بهتون رو میگیرم، چون سرش خیلی شلوغه. پس خیلی قراره جذاب بشم. وای من که عاشق دیدن آرشقا و زنه توشم. تو عاشق شیطونی هستی، حالا هر جورش که میخواد باشه. من دست کم گرفتی ها. اینا اسمشو رو کاغذ نوشتم. با من باید بشناسمش، من گرم که دیگه خیلی عوض شده باشه. شبیه یه وقت فکر نکنه اینجا خبرش مادر کیانه، اونم باید خواهرش باشه. چرا یه فایی داره؟ بهار چقدر به خودش رسیدن. سلام خانم کیان، من نگار تمدن هستم. نگار زیبا و دوست داشتنی. قربان شما، ممنونم. خودم پیر شدم، حافظم پیر. اختیار دارید. سلام خانم، من مهناز شیرازی هستم، دوست همکار نگارتون. خیلی خوشبختم. بهار نصر هستم، دختر. بله بهار دختر من. به دختر نازی شبیه جوانی ها، البته بچگی خود. پرواز 374 لوفتانزا از فرانکفورت همکنون به زمین نشست. مسافران پرواز 439 ایران به مقصد دبی. فکر کنم اومد. کوروش. مادر قربان قربان. از این تیپاست که من اصلا خوشم نمیاد، خیلی عجق وجقه. نمیدونی هنرمنده مثل بقیه نیستن؟ دلم بعد از این همه سال خیلی تنگ شده بود. قربونی دادن بلنده. چرا ماسکت شده؟ دیگه سختی زندگی اون بر. خوش نمیگذشه ایتون؟ خیلی خوش میگذره. شما باورتون نمیشه. سی کوپا میسیه. باورم نمیشه میبینم ات دوباره. به ایران خوش آمدی. اعتصاب کارکنان فرودگاه پروازا رو کنسل کرد. دوستی نگار جون. ببخشید. مهناز شیرازی همکار من هست. خوشبختم. بهارم دخترم. خوشبختم. خوشحالم از دیدنت.
بهتره بریم منزل. پامیلا منتظر. ستغفیک. راست میگه، همه معطل تو. اوکی. شما هم بفرمایید. خوشحال میشم. چکه. منم که شرمنده 8 صبح سر کار باشم. فردا ساعت 10 نیم ماشین میاد دنباله. الان تا الان ارکستر 10 جلسه تمرین داشته. یه همین این برنامه است. به فرهاد بگن داریم میریم خونه. خبین سوپر فقط ویولونسل خور بیشتر تمرین کنه. مرسی مرسی، کافیه برای امروز. ما اینجا نوازنده بهتری هم داریم که به قول شما جوست میزنن. پس چرا تو ارکستر من نیستن؟ شوخی میکنه، منظورش منم. اشکال ویولونسل چیه؟ خورده خشک میزد. چطور شما تست نمیدین؟ من دیگه تازه شما بهش پیشنهاد بدین، هرچی باشه از خانم میرزایی که بهتره. نه این نوازنده خوب موسیقی تو خونشه و گوشش حساسه، مثل جوانی های شما. از اون روزا خیلی گذشته. من مطمئنم که با یه هفته تمرین خودتو میرسونی. من آمادگیشو ندارم، ببخشید. حداقل به پیشنهادشون فکر کن. من اگه جای تو بودم، ببخشید من صدا میکنن. اینجا رسمه که رهبر مهمون ما دعوت میکنیم. میخواستم خواهش کنم اگه افتخار بدی با خانوادمون در خدمتت باشیم. حتما. خیلی خوشحال میشم همسرتون ببینم. با کمال میل. پیشنهادم هم جدی گفتم. هم ببین، من کیانو طبق قرارمون دعوتش کردم. اگه موقع نمیتونی بیای بگو که من کنسلش کنم. خب پیغامو گرفتی؟ حتما من زنگ بزن. قربونت، خدا حافظ. اگه فردا شب برم خونه همه چیز خراب میشه. بالاخره چی؟ میخوای خودت امتحان کنی یا اونو؟ یه اشتباهی تو اون سالا کردم، پشیمونم، ولی طاقت این وضعم ندارم. مشیت معنیش یادته؟ اراده از پیش رقم خورده. تو سعی خودتو بکن بابی شما. سلام علیکم. سلام، رسیدم بخیر. شیراز خوش گذشت؟ جای شما خالی. همه چی مرتبه؟ بله. ویولونسل کجاست؟ تو اتاق خوابه. بفهمید. مگه نظری هر کی رو برای سهام می‌خری بعد وقت کنی؟ مگه چی شده؟ کدوم سهام؟ سهام شیکر رو که برام خریدی دوباره اوف کرده. هر جاسی هم الان بیا تالار منم اونجا. الان که نمیتونم بیام، گرفتارم. گرفتار منم که کیره تو افتادم، تو اصلا این کاره نیستی. با رئیسون صحبت کردم سهامو جابجا کنی. یلا زود باش بیا. چی شده؟ یه مشکل پیش اومده، بعد دارم تالار زود برگردم. چرا عصبانی؟
عصبایی نیستم. منم میام. کجا تو بمون خونه که نگار میاد تنها نباشه. مگه نمیگی زود میای؟ نگارم که رفتش میوه و شیرینی بخره. فکر کنم با هم برسیم. تا تو ماشین روشن کنی منم میام. زود بیا. گوشی رو بردار لعنتی. بردار دیگه. دم در به من گفتن اومدی تو. من همینجا میمونم تا تکلیفم روشن بشه. خب چرا نمیذاری سلامشو پس بده بره؟ نمیفهمه چه خدمتی دارم بهش میکنم. نباید این موضوع به صبح کشیده بشه. فهمیدی؟ خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟ خبرت هست که دیتی شد و تابستان شد؟ پاشو زودتر بریم. الان مهمونمون میرسه. اینجا که در خروجی بیشتر نداره. پس ببینم چی کام میشه براش. من خستم. خیلی هم گشنمه. دیگه چی؟ خیلی هم دلم میخواد اون رهبر رو ببینم. منم همینطور. سلام. سلام. زود اومدم؟ نه اونا دیر کردن. بفهمه. مرسی. بفهمه. خیلی دیگه مونده؟ یه چک نهایی میخوام. خرید اوراقشو قطعی نکرده بودم. پس دیگه میتونیم بریم؟ موبایل نگارم همش اشغاله. دلم شور میزنه. نگران نباش. به چی داری گوش میکنی؟ شامت هم که نخوردی؟ آنلاین بحث شدم به یه مزایده بزرگ سهام. چای آلبالو. مرسی. قند؟ نه مرسی. خب نگفتی شغلش چیه؟ کی؟ فرهاد. اسمش فرهاد دیگه. درست میگم؟ کارگزار بورسه. بورس اوراق بهادار. کارگزار بورس، نوازنده کلاسیک. جالبه، چجوری آشنا شدیم؟ خیلی اتفاقی. رفته بودم سهام بخرم، بهم گفتش که پولتو بذار و اینی که من میگم بخر. منم به حرفش گوش کردم. سهام اونجا بعد چند برابر شد. براوو. بها. بله. وقتی بزرگ شدی و خواستی ازدواج کنی عاشق چه جور مردی میشی؟ یکی مثل تو. شوخی نکن، یه سوال جدی کردم. حالا تو میگی چجوری عاشق نگار شدی؟ حال میدم میشه خودم بمونه. یه روز تو اداره یه ویولونسل جا مونده بود. زیپشو که باز کردم پشت بدنش یه آدرس نوشته شده بود. وقتی اونو به صاحبش رسوندم ماریا دختر خانم خیلی زیبا بود. عشق در یک نگاه. چه جالب. سال هاست که از خودم میپرسم که چی شد اون شب وقتی گرفتنم اونو جدامون کردم. بومر بفرما، بفرما. اگه راست بگه چی؟ اینجا روزی چند تا از اینا رو میارن، همشونم یه جور حرف میزن. اما قانون چیز دیگه میگه. چی میگه؟ تمام کارهایی که اینا میکنن جرم. آره اگه روی عمد باشه جرمه. پرونده پسره ببینم. پرونده شما اون خانم خیلی سنگینه.
امر ساز رابطه غیر مجاز بی توجهی به تذکر مأموران. خودت اعتراف کن. به چی اعتراف کنم؟ به همین چیزایی که گفتم دیگه. ما رابطه خاصی نداشتیم، فقط هم دانشگاهی بودیم. نامزدی، خواستگاری، چه میدونم ازدواجی، فقط هم دانشگاهی هستی؟ فکر کنم همش دروغ میگه، همش دروغه. اینکه یکی از شما دو نفر دروغ میگین روشنه، ولی تشخیصش با منه نه با تو. آقای محترم، خودتون بذارین جای من. آخر هفته قرار بود بریم بیرون از ایران، اونم بر همیشه. میافتین زن بگیرین؟ کجا قرار بری؟ پاریس. بلیطم اوکی شده. میتونم بهتون نشون بدم. من قبلا هم اونجا زندگی میکردم. پس از مامورا فرار نمیکردی، از دست دختر فرار میکردی نه؟ دقیقاً. امشب تو بازداشت میمونی. تا وقت پروازت هم هیچ تماسی به اون نمیگیری. و اینا طبق قانون باید عقدش کنی. اگه تا شنبه هم نرفتی، پروندت میره دادسرا. تفهیم شد؟ هیچ نگرانی نداشته باشی. من جمعه ساعت 7:30 از ایران رفتم. هیچ ارتباطی هم با ایشون برقرار نمی‌کنم. کار عاقلانه می‌کنی. دیگه تو رو ندیدم. گاهی اوقات یه اتفاقایی میفته که ظاهرشون تلخه ولی عمق شیرینی دارن. اینم از اون اتفاقا بود. بازجویی من نیم ساعت بعد تموم شد. بعد از چند روزم سازم آوردن بهم پس دادن. من از پاریس خیلی سعی کردم باهات تماس بگیرم. ولی جوابم ندادی. حتی نامه هم نوشتم. چرا؟ فکر کردم اینطوری بهتره. هر کسی دنبال سرنوشت خودش باشه. شما هم که آدم مشهوری شدی. تو چی؟ وضعت رو براه؟ من از وضعی که دارم راضیم. فکر کنم مهمونمون دیگه رفت. هنوز نه. تو از کجا میدونی؟ تو نمیخواد بدونی من تو فرانسه چیکار کردم، زندگی چجور گذشت. من خیلی سعی کردم تا همه چیزو فراموش کردم. اولش خیلی سختی کشیدم. بعد یه مدت با یه خانمی آشنا شدم، نوازنده ویولنسل بود. مثل تو. یه چند وقتی با هم دیگه زندگی کردیم. تو واقعا از بعضی که داری راضی؟ یه جایی خوندم که یه موج سوار وقتی از یه موج بلند رد میشه خیلی هیجان داره. ولی وقتی به ساحل امن میرسه لذتش چند برابر میشه. فرهاد به من امنیت میده. نوتای ویولنسله. دوست دارم تو ارکستر من سولیست بشی. این کار حداقل یک ماه تمرین لازم داره. قطعه سختی نیست. تو اجرای پاریس با ارکستر میای اونجا. من خیلی سعی کردم اونو خوشبخت کنم. فکر میکنی موفق شدم؟ نگار میگه زنها همیشه میتونن علاقهشون رو قایم کنن. میدونی بالاخره پادشاه چی کار کرد؟ نه. به سفارش طبیب دختر رو طلاق داد و به عقد زرگر درآورد. چرا؟ چون احساس میکرد باعث جدایی اونا شده. میخواست حالا جبران کنه. واقعا؟ ولی قصه اینجا تموم نمیشه. دختره آزاده، فقط آدرسشو بگیرین که سازشو براش بفرستین. پسر امشب میمونه. فردا با قرار برای 3 روز آزاد میشه تا شنبه. فکر نمیکنین این تنبیه براشون کمه؟ عادت به خلاف میکنن ها؟ من وظیفم اجرای عدالت نه تنبیه. قاضی شمایی؟ من که گفتم این کاره نیستم. پیشنهادو قبول میکنم. راست میگی؟ از فردا با ارکستر تمرین میکنم تا به اجرای نهایی برسم. پاریس چطور؟ اون باشه تا شب اجرا.
سلام نصر جون. بابا تو دیگه کی هستی؟ الحق که کننده ای و اهل بخیه. نکنه به یه جایی وصلی. شیرینیت پیش خودم. خبرت هست که در شهر شکر ارزان بود؟ سلام بابا، کجایی؟ جونم آخر کار پادشاه رو برا میگی؟ وقتی طبیب پیر فهمید که زرگر به خاطر هدایایی که بهش دادن خانوادش رو ول کرده و اومده به قصر، توی غذای زرگر یه داروی ریخ که اون روز به روز رنجورتر و زشتر بشه، تا بالاخره از چشم دختر افتاد. بعد از چند روزی هم مرد و دختر تازه متوجه عشق بهار. خیلی خستم، اون لالایی رو برام میخونی؟ میخوای بخوابی؟ من تو ماشین نیستی؟ خیلی راهه تا برسی. میخوام یه دل سیر بخوابی. لالا لالا گل آبی، چرا امشب نمیخوابی؟ لالا لالا گل لاله، نبینه چشم تو جاله. لالا لالا بله خشخاش، بابات رفته خدا همراش. جایی دنبال میگشتم. میدونی که همه کار دقیقه آخر انجام میشه. تو چه لباست تو عوض نکردی؟ اون ساعت دیگه باید بری روسته. اینو بده به کیان قبل از اجرا. از طرف من ازش معذرت خواهی کن. نگار دیوونه شدی؟ اجرا بدون سولیست که نمیشه، میفهمی؟ خدافظ. ختم دادرسی رو اعلام میکنم.
هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد، دل برد و نهان شد، هر دم به لباس دگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد، گه نوح شد و کرد جهانی به دعا برد، خود رفت به کشتی، گه گشت خلیل و به دل نار برآمد، آتش گل از آن شد. گشت دمی چند بر این روی زمین، از بحر تفرج عیسی شد و بر گنبد دوار برآمد، تسبیح کنان شد. سخن کف نگفته است و نگوید، منکر نشویدش، کافر بود آن کس که به انکار برآمد، از دوزخیان شد، از دوزخیان.